4 بعد از ظهر لندن، 7:30 شب در تهران، 8:30 در کابل. اما در همین لندن در ایستگاه مترو یک شرکت ارائه کننده کتاب‌های صوتی مسافران رو تشویق می‌کنه که به جای لایک زدن زیر پست فیسبوک این و اون به کتاب‌های صوتی گوش بدن. امروز می‌پرسیم شما وقتتون رو در قطار رو در ماشین چطور سپری می‌کنین و آیا کتاب‌های الکترونیک یا شنیداری به نظر شما تهدیدی برای کتاب‌های سنتی هستند یا احیاناً فرصتی برای احیای فرهنگ مطالعه. این هشتگ شماست. من نیکلاس هستم. راه تماس رو این پایین ببینید. ایمیل، اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و توییتر و البته تلفن هم هست. مثل همیشه همه جا منتظر شما هستیم. در شروع برنامه یک ویدیو ببینیم از تاریخچه کتاب‌های الکترونیک در ایران و نظر یکی دو تا از شما که از تلگرام برامون فرستادید. بعد می‌ریم سراغ اصل بحثمون. بین 14 تا 16 ساعت کار میکنم، لذا فرصت مطالعه کتاب ندارم. الان بیش از یک سال هست که فرصت یک ساعتی که در طی روز پشت رول اتومبیل هستم از کتاب صوتی استفاده میکنم و طی مدت کتاب‌های خیلی خوبی رو تونستم مطالعه بکنم. منبع دسترسی من به کتاب‌های صوتی کانال‌های تلگرامی هست که کتاب صوتی رو منتشر میکنم. من به شخصه اصلا کتاب صوتی مطالعه نمی کنم. کانال های تلگرامی بسیاری وجود داره که کتاب های صوتی رو بدون دادن هیچ حق امتیازی به ناشر، به نویسنده، به مترجم، به هیچ کس، یعنی هیچ حقی داده نمیشه. طبیعتا من هرگز دلم نمیخواد که کاغذ رو بذارم کنار و به صفحه موبایل یا تبلت روی بیارم. بسیار خب، بریم سراغ خطهای تلفن و ببینیم با کی صحبت میکنیم در این شروع برنامه. فرشاد رو داریم از تهران و سروش، او هم از تهران. سلام میکنم به فرشاد. آقای فرشاد، همکاران به من میگن که شما خودتون تولید کننده کتابای صوتی هستید. چه اقبالی بوده به محصولات شما در این سالهای اخیر و چه موانعی هست سر راهتون احیانا؟ سلام به نیکلاس صادات عزیزم. به حضور شما عرضم که بله، من به عنوان یک تولید کننده محتوای در حقیقت دیجیتالی سال هاست که کتاب‌های صوتی آدیو بوک تولید میکنم و باید بگم که استقبال نسبت به سال‌های گذشته خیلی بیشتر شده، علاوه خصوص در زمینه بزرگ سال این اتفاق افتاده و الان ما میتونیم بگیم که مشتری‌های خوبی در حوزه بزرگ سال هم داریم. فکر میکنید که این روند همینطور سیر سعودیش رو طی کنه؟ چون یه پدیده هیجان انگیزیه. خب مردم در حال رانندگی، در حال مسافرت در قطار و در حالی که وقتشون کم شده و عادت هم دیگه ندارن که کتاب دست بگیرن، رو آوردن به این کتابا. فکر میکنین که احیانا چه چیزی ممکنه مانع از این بشه یا الان چه موانعی هست، اگر هست، بر سر راه شما که بتونید که حد اکثر استفاده رو بکنین از این بازار بزرگ و هیجان انگیزی که پیش اومده؟ ببینید، به عنوان یک تولید کننده باید بگم که موضوع اصلی در حوزه در حقیقت نشر فضای مجازی اینه که ما نمیتونیم مقابله بکنیم با کسانی که در حقیقت به عنوان سارقین
فضای مجازی باید ازشون اسم ببریم. بزرگترین موزل ناشرهای ما امروز اینه که این دوستان تمایلی ندارند برای اینکه بخوان کتابهاشون رو به صورت آودیو فایل صوتی در بیارن، چون قابلیت دانلود داره. با اینکه امروز الان میتونیم بگیم قیمت کاغذ تولید محتوا روی پیپرها و همینطور سی دی دیگه به صرفه نیست و نم نم داریم آشنا میشیم با نوع پخش استریم یک صوت یا یک ویدیو، میتونم بگم که بیشتر ناشران استقبال کردن از این قضیه و دارن وارد این حوزه میشن که به مرور امیدوارم سطح این استقبال از سمت ناشران بیشتر و بیشتر هم بشه. مرسی. صحبت از ناشران کردید، ما یکی از این ناشران سنتی روی خط دوممون داریم، آقای سروش از تهران. سلام میکنم به شما، موافق هستید با صحبت‌های فرشاد؟ من هم سلام میکنم به نیکولاس عزیز. سلام به شما. عرض کنم که من به فرشاد عزیز یه سلام بکنم و اینکه واقعا خسته نباشید بگم به همه عزیزانی که دارن تو این زمینه فعالیت میکنن. مخالفت من چند جنبه داره، چند وجه داره و این مخالفت نه از مبنای سنتی بلکه با یک ریشه و من میتونم بگم خیلی خلاصه وار از بیشتر ریشه های فرهنگی شاید ناشی میشه. فیزیک کتاب منحصرا برای ما فقط توی اون کاغذ خلاصه نمیشه. ببینید خود شما هر کس دیگه‌ای به لحاظ روانشناختی وقتی که با فیزیک کتاب برخورد میکنه نوع مواجهه متفاوتی رو داره با کتاب تا وقتی که شما نسخه صوتی یا الکترونیکی رو دارید و این اصلا نمیتونه اون تأثیر لازم رو بذاره به اون شکل. حالا کتاب‌های صوتی بحثش کاملا متفاوته. من الزاماً دارم راجع به ای بوک صحبت می‌کنم. همونطور که فرشاد عزیز گفت همچنان ما با مشکل کپی‌رایت مواجهیم. وقتی که شما بسترهای اجتماعی نداری، وقتی که هنوز نمیتونید کپی‌رایت قانون حقوق مؤلف و مصنف رعایت بکنی، به نظر من این فقط ضربه به اقتصاد نشر، ضربه به فرهنگ، ضربه به وجوه مختلفی که ممکنه تحت تاثیر قرار بده و از همه مهم‌تر هیچ دانش و آگاهی هم اضافه نمی‌کنه و کم کم به ریزش همون اندک مخاطب کتاب خواهد انجامید. خب ببینیم که نظر فرشاد چیه در این باره. آقای فرشاد شما موافقید با نقدی که سروش مطرح کرد؟ باید بگم کاملا موافقم و باید چیزهای دیگه ای رو بهشون اضافه کنم. حرف قشنگی سروش عزیز موزد مبنی برای اینکه کتاب رو که وقتی در دست میگیرین لذت خوندنش خیلی بیشتر از اینه که شما بخواین این رو به صورت صوت بشنوید یا ای بوکی که به صورت پی دی اف حالا مطالعه کنید. موزل اصلی اینه که بعد یه خاطره بکنم براتون. زمانی که من کودک بودم و کتاب میخوندم در ذهنم صدای خاصی رو برای هر کاراکتر انتخاب میکردم و متناسب با اون صدا کتاب رو میخوندم و هنوز که هنوز اونها یادمه. ولی وقتی الان من فرشاد میام یک کتاب رو میخونم، چه حالا به صورت نمایشی چه به صورت غیر نمایشی، پیش‌فرض‌های ذهنی و علایق و ذهنیات اون مخاطب رو از بین میبرم. این متاسفانه ضرر عمده است در این حوزه، ولی خب متناسب با ضرری که داره منافع زیادی داره. از اونجایی که ما سرانه به شدت پایینه در حقیقت مطالعه رو در کشور داریم، خیلی پایین تر از آمارهایی که اعلام میشه، باعث شده این مسئله که خیلی ها به سراغ این قضیه بیان. ولی متاسفانه همچنان رمان ادبیات در میشه گفت کمترین سطح خواستار مردم قرار گرفته. کتاب های مثل کتاب های موفقیت روانشناسی حوزه کودک الان خیلی استقبال بیشتری داره نشون داده میشه و ملت سعی میکنن اینها رو بشنون تو وقت آزادشون توی فضایی که هستن مثل مترو، مثل قطار، مثل تاکسی و جاهای دیگه. بله مرسی از فرشاد. آقای سروش، فرشاد میگفت، حالا منم میخوام بهش اضافه کنم، این تصویر رمانتیک و نوستالژیکی از کتابای سنتی داریم ما کسانی که سنمون اجازه میده که دوران قبل از این کتابای الکترونیک و صوتی رو به یاد بیاریم، این به جای خودش محفوظ. ولی الان یک نسلی هست که به هر حال حالا یا جوونه و اصلا عادت نداره یا اینکه ساعت‌ها بعد تو ترافیک باشه، تو ماشین، تو قطار اینها، و اگر این کتاب‌های الکترونیک یا صوتی نباشن به هر حال سراغ اون کتاب کاغذی نمیره. این استدلالی است که طرفداران این صنعت مطرح می‌کنن. نظر شما چیه؟ ببینید چندان موافق نیستم. من فکر می‌کنم زیرساخت و بستر این اگر وجود داشته باشه مخاطب قطعاً به سمت خود کتاب، یعنی همون فیزیک قدیمی کتاب میره. ببینید یه چیزی هست نیکولاس عزیز، من خودم دارم شخصا مثال میزنم، اگر هر کسی دیگه هم بالاخره برنامه مشارکتی، حتی اگر از خود شما بپرسم اگه بخواید الان به کسی هدیه بدید، مثلا دیوان مولانا رو به یکی از عزیزانتون بخواید هدیه بدید، ای بوکش رو هدیه میدید، نسخه دیجیتالش رو هدیه میدید یا واقعا فیزیک کتاب میگیرید،
میدونید این اشتباه نیستش که ما با فیزیک کتاب اصلا سنتی نیست. این یه واقعیته که یک فرهنگ دیرپایه و اصلا مهمتر به خلق زیبایی ها منجر میشه. مشکل از اونجایی شروع میشه که ما میایم دلایل اقتصادی اجتماعی برای میتراشیم، مثلا میگیم آقا باعث این میشه که کمتر درخت ها قطع بشن، خود کتاب داره مصرف کاغذ داره و هزینه. همه اینها درسته، من میپذیرم که قیمت بالای کتاب خودش یکی از عوامل ضربه زننده به این قضیه هست، اما مسئولین ما همین اواخر، مثلا مثال براتون بزنم، وزیر جوان آقای آذری جهرمی توییتی کرد که با توجه به گسترش فضای مجازی اینا میزان مطالعه اومده پایین و ما باید چیکار بکنیم. خب من خطابم این هست که بزرگوار، شما وظیفه خودت رو تو همون حیطه مسئولیت خودت درست انجام بده. یعنی سایت های متعددی که الان دارن کتاب های دیجیتالی رو در تیراژ متعدد گسترده پخش میکنن، هیچ کس هم سر سوزنی به اینها نظارت نمیکنه و کوچکترین برخوردی هم باشون صورت نمیگیره. امثال فرشاد عزیز و خیلی های دیگه که دارن تو این حوزه زحمت میکشن همه به کنار، ماها هم که داریم عرق میریزیم، همه اون نویسنده هایی که عمرشون رو دارن میذارن، اینها هم به کنار. واقعا کسی نمیخواد اینجا متولی بشه، واقعا کسی نمیخواد به این فرهنگ سر سوزنی به بدن فکر کنم بحث رعایت حقوق مؤلف رو همه درش اتفاق نظر داشته باشن، اما به فرض اینکه اون جنبه رعایت بشه و سر و سامونی بگیره، این که به عنوان مثال کتاب‌های صوتی رو شما اشاره کردید در خور هدیه شاید نباشه، ولی یک مثلا عامل جذاب کننده‌اش اینه که گاهی نویسنده رمان یا هر کتابی با صدای خودش اون رو منتشر می‌کنه و اینطوری شاید اون خلأ کتاب نبودن، کتاب فیزیکی نبودن تا حدی جبران میشه. به نظر شما این پدیده جالبی نیست؟ کیه که دوست نداشته باشه مثلا صدای احمد شاملو رو بشنوه وقتی که داره اون شعرها رو میخونه؟ و قطعا لذت میبره آدم از این. اما اون چیزی که من دارم میگم در واقع همون چیزیه که یک نویسنده مثل یوسا بهش اشاره میکنه در یک یادداشت، یه مقاله بلندی به اسم چرا ادبیات. وقتی که بیل گیتس توی سخنرانی تو آکادمی سلطنتی مادرید میگه که آرزوی من این هستش که یک روز بتونم قبل از اینکه بمیرم کاغذ رو از زندگی مردم حذف کنم، یعنی مسئله این هستش که ایشون دوست داره تمام زندگی ما منتقل بشه به این فضایی که حالا ما اسمش رو گذاشتیم فضای مجازی. و ایشون یه جوابی میده آقای حسام، میگه که شما در واقع کاری که داری میکنی داری محتوا رو از این میگیری و لذت رو ازش خالی میکنی. تهی شدن لذت و محتوا اون چیزی هستش که من بهش اشاره میکنم و میگم که زمانی که شما یه کتاب رو دست میگیری و شروع میکنی به خوندنش، تو امان در حال فکر کردنی و این فکر کردنه و این ایماج باعث ایجاد لذت در شما میشه و همزمان هم داره کمک میکنه به ارتقای سطح آگاهی و شعور شما. بسیار خوب. این اتفاقیه که خیلی سخت‌تر توی مثلا کتاب‌های دیجیتالی میفته. طبیعه. و بله البته فکر نکنم روی این کسی مخالفتی با شما داشته باشه. ممنونم هم از فرشاد هم از سروش، از دو صنعت مختلف، از دو جنبه مختلف دیدگاهشون رو مطرح کردن که برای همه ما فکر کنم خیلی جالب بود. محسن داوودی توییت کرده میگه کتاب گویا چیز خیلی خوبیه چون مکمل ورزش، قدم زدن و کارهای مکانیکی است، مخصوصا وقتی که اون کسی که کتاب رو برای تو میخونه نه از سر اجبار به خاطر پول، با احساس یک نویسنده کتاب بخونه و تو رو با احساس خوب خودش به سمتی ببره که درختان حماسی پیداست. این تفسیر من نمیشناسم. توییتون ممالک چی میگه؟ میگه لذت ورق زدن صفحه‌های کتاب رو نمیشه با مطالعه کتاب‌های الکترونیکی مقایسه کرد، ولی در مورد کتاب‌هایی که فروششون در ایران ممنوعه، یعنی کتاب‌هایی که یا قبل از انقلاب چاپ شدن یا بعد از انقلاب در خارج ایران چاپ شدن، کتاب‌های الکترونیکی بهترین گزینه است، بدون سانسور، ارزان و مصرف کمتر کاغذ. که طبیعتاً حرفی نمیشه روی این مورد زد. یک جنبه دیگر مزیت‌های کتاب‌های الکترونیکی است. امید رو اینستا برامون نوشته خواستم یک کتاب رو صوتی گوش کنم، اونقدر آرام و شمرده میخوند که حوصله‌ام سر رفت و پی دی اف اون رو دانلود کردم و خوندم. پروانه باز رو اینستا میگه افراد اهل مطالعه هنوز کتاب چاپی رو ترجیح میدن، اما برای کسانی که زیاد اهل مطالعه نیستن کتاب‌های الکترونیکی و صوتی منبع خوبی هستند. در این باره هم صحبت کردیم، اما می‌خوام نگاهی بکنیم به وضعیت این صنعت نسبتاً نوظهور، کتاب‌های الکترونیکی، کتاب‌های صوتی در جهان. 25% سهم برآورد شده کتاب‌های الکترونیکی از فروش کل کتاب‌ها در سال 2018 بوده. به عبارت دیگه از هر 4 کتابی که فروش رفته در دنیا در سال 2018، سال میلادی گذشته، یکیشون کتاب الکترونیک بوده. 18.2% سهم کتاب‌های الکترونیکی است از کل محصولات رسانه‌ای دیجیتال در جهان. محصولات رسانه‌ای مثل فیلم، مثل موسیقی، آلبوم، چیزایی که شما میتونید تهیه کنید از پلتفرم‌های مختلف. 79.7% سهم آمریکا، چین و اروپا از کل بازار کتاب‌های الکترونیکی، همونطور که می‌بینید سهم بسیار عظیمی دارن. در بریتانیا و آمریکا پیش‌بینی شده که در سال گذشته، یعنی سال 2018، فروش کتاب‌های الکترونیکی از کتاب‌های چاپی
پیشی گرفته باشه و بیشتر شده باشه. 90 میلیون نفر شمار شهروندان آمریکایی که کتاب الکترونیکی میخونن در یک کشوری که جمعیتش تقریبا 300 میلیون نفر هست و برآورد شده که 6% از آمریکایی‌ها فقط کتاب الکترونیک میخونن، یعنی دیگه دست به کتاب چاپی نمیبرن. در این باره صحبت میکردیم و ما میخوایم نگاهی بکنیم به بحث مطالعه و مفهوم نوین سواد یا اون چیزی که به انگلیسی لیتریسی میگن. از نظر یونسکو، سازمان یا ارگان فرهنگی سازمان ملل، توانایی برقراری ارتباط، دسترسی به اطلاعات و تکنولوژی، حل مشکلات، اینها هم فاکتورهایی هستن که در تعریف جدید سواد لحاظ شده. دیگه فقط بحث خوندن و نوشتن نیست، مثلا توان سفر کردن یا دسترسی به اینترنت و کتابخونه ها، اینها هم از معیارهای باسوادی است. هند کشوری است که با 10.7 ساعت در هفته بالاترین سرانه مطالعه رو داره، بیشتر از تایلند و چین. اما همونطوری گفتم لزوما این به معنی باسوادی به اون مفهوم نوینش نیست، چون تنوع عنوان‌هایی که در اختیار هندی‌هاس میتونه بیشترین نباشه در جهان و نیست. تنوع عنوان‌ها رو در فنلاند، نروژ و ایسلند می‌بینیم که به ترتیب باسوادترین کشورها محسوب میشن. بیشترین تعداد کتابخانه ها، بیشترین تعداد عناوین کتاب و روزنامه و بیشترین دسترسی شهروندان به کامپیوتر رو ممکن کردن. میانگین سرانه مطالعه در جهان 6.5 ساعت در هفته است برای شهروندان کل جهان. این رقم برای تماشای تلویزیون 16.6 ساعت در هفته است و زمان سپری شده برای یک شهروند میانگین جهان روی اینترنت 8.9 ساعت. خودتون رو میتونید مقایسه کنید با یک شهروند به اصطلاح جهانی. و بالاخره وزارت فرهنگ و ارشاد ایران سرانه هفتگی مطالعه در ایران رو 1 ساعت و 20 دقیقه اعلام کرده. البته این سرانه هم یک رقم بحث انگیزی بوده در گذشته، روی اینکه واقعا چی مصداق مطالعه هست بحث بوده در ایران و سرانه مطالعه از 2 تا 18 دقیقه در روز داشتیم. نهادهای مختلف تعریف اتفاق نظر ندارن درباره تعریف مطالعه، بعضن کتاب‌های درسی و حتی ادعیه رو هم خوندنش رو جزء مطالعه محسوب کردن. میریم به خطهای تلفن دوباره. این بار با الهه از اصفهان صحبت خواهیم کرد و بعد از او سپهر از تهران. خانم الهه، تجربه شما چی است؟ تا چه اندازه رفتیم به سمت این کتاب‌های نوظهور الکترونیکی و صوتی احیانا؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان برنامه‌تون. راستش من خودم به شخصه کتاب‌های الکترونیکی و کتاب صوتی رو ترجیح میدم و از موقعی که حالا با این سیستم آشنا شدم خودم مطالعه‌ام خیلی بیشتر شده. دوستمون میگفت شما نه اینو میتونید به کسی هدیه بدین، نه اینکه حالا اینو من میگم، نه دوستمون نمیتونید روی کتابخونه‌تون احیانا پوزش رو بدین، کتاب رو اون حس رو نداره کتاب مجازی یا دیجیتال یا صوتی. چی فکر میکنید؟ به نظر من نیازی نیست که ما بخوایم به کسی پوز بدیم که حالا کتابی میخونیم یا نمیخونیم. اون کتاب باید تاثیر داشته باشه توی رفتار و برخورد ما. من خودم موقعی که رانندگی میکنم یا زمانی که توی سیستم حمل و نقل عمومی هستم ترجیح میدم که به جای اینکه موزیک بذارم توی ماشینم کتاب صوتی گوش بدم، یا مثلا به جای اینکه صفحه اینستاگرام رو بالا پایین کنم کتاب الکترونیکی به صورت پی دی اف بخونم. و خب خیلی هم توصیه میکنم به دوستان که حالا همچین شرایطی رو دارن. آیا این باعث شده که کتاب های چاپی در زندگی شما کم رنگ تر بشن؟ یعنی اگر این پدیده نبود شما کتاب های چاپی بیشتری میخریدید یا اینکه فرقی نکرده؟ نه لزوما. من خودم قبل از اینکه بخوام کتاب های صوتی و کتاب های الکترونیکی رو بیارم شاید خیلی خیلی کم 1-2% تشویق میشدم که کتاب فیزیکی و چاپی رو خریداری بکنم، اما الان که کتاب صوتی وجود داره حالا میتونم بخرم یا حالا دانلود بکنم، خیلی بیشتر راغب هستم، خیلی بیشتر سرچ میکنم، دنبال میکنم حالا موضوعاتی که میخوام و بیشتر احساس کنم مطالعه‌ام بالاتر رفته. بسیار خوب، مرسی، خیلی متشکرم از الهه. سلام میکنم به سپر در تهران. آقای سپر، کتاب دوستا یکی از مشکلات وقتی است که شما میخواین مثلا اسباب کشی کنین و عزا میگیرین که این کتابا رو چجوری ببرید، نه آدم دلش میاد دور بندازه، نه اینکه حمل و نقلش لزوما همیشه آسونه. فکر میکنین که باید استقبال کرد از این دنیای جدید تکنولوژیک که شما کتابای صوتی دارین، کتابای الکترونیکی دارین و خیلی از مشکلات حل میکنه، موافقید با این پدیده؟ خب سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان. من خودم نویسنده هستم و تا الان 3 عنوان کتاب چاپ کردم. فکر نمیکنم هیچ نویسنده‌ای باشه که دلش بخواد کتابش رو کس دیگه‌ای قرائت کنه، به دلیل اینکه شما لحنت، نوع گفتارت، آکسان گذاریت رو جمله ها تأثیر میذاره رو مفهوم. مثال من الان بگم به شما فنجون، هر کسی یک فنجونی برای خودش تو با فرهنگ لغات ذهنی خودش تصور میکنه، ولی اگر یک عکس فنجون رو به شما نشون بدم قطعا و 100% ذهن شما رو منحرف کردم سمت اون چیزی که من میخوام.
و گوینده کتاب صوتی هم همین کار رو میکنه. درست. ولی زمانی که شما مستقیما مراجعه میکنید به مرجع و خوندن، حالا چه خوندن به صورت الکترونیکی باشه چه خوندن به صورت کاغذی باشه، قطعا و 100% خب کاغذی خیلی بهتره. کاغذی مثل اینی که شما برید سر چشمه و بخواید آب بنوشید، اگر خب آب معدنی مقابل مقایسه نیست. حرف شما کاملا درسته، ولی اگر کتاب صوتی یا الکترونیکی، مخصوصا صوتی که مشکل شما باش بیشتره اینطور که فهمیدم، اگر این تنها راهی باشه که کتاب شما رو به بخشی از بازار برسونه، به گوش، چون صوتیه دیگه طبیعتا، به گوش برخی از مخاطبان برسونه که بدون این پدیده اصلا سراغ کتاب فروشی و کتابخونه و نسخه کاغذی اثر شما نمیرن، اون وقت چطور؟ خب دقیقا مثل همینه که شما بگید آقا تنها منبعی که من برای نوشیدن آب در اختیار دارم حالا آب معدنی فلان مارک و یا آب لوله کشیه، من دسترسی به چشمه ندارم. خب کسی که دسترسی به چشمه نداره قطعا ازش انتظار نمیره که بخواد اون آب زلال و پاکو بنوشه، ولی اصلا قابل قیاس نیست که بخوایم بگیم کتاب خوندن از منبع و کتاب خوندن با کتاب چاپی و مقایسهش کنیم بیاریم حتی با کتاب الکترونیکی و خیلی بدتر از اون بیاریم رو کتاب صوتی. ولی کسی که به هیچ گونه دسترسی نداره، خب کتاب صوتی هم یه گزینه مناسبی میتونه براش باشه به نسبت هیچ. بسیار خوب، خیلی متشکرم طبیعتاً هم از الهه هم از سپر. اگر کسی طبیعتاً در مترو هست، در حال رانندگی هست، در ترافیک هست، طبیعتاً اون گزینه است که نمیشه به جاش کتاب سنتی خون. سعید در اینستاگرام میگه کتابای صوتی و الکترونیک بسیار خوب هستن چون در مصرف کاغذ و حفظ منابع طبیعی تأثیر دارن. یک کاربر دیگه میگه من شبها با هندز فری کتاب گوش میدم، کی حال داره کتاب کاغذی بخونه آخر. و کریمی نوشته از کتابای الکترونیک کمتر استفاده میکنم چون کتاب کاغذی چیز دیگری است، اما امیدوارم این کتابها سرانه مطالعه رو بهبود بدن. اما موانع کتابخونی امروز چی هستن و کتابای الکترونیکی یا صوتی چه نقشی میتونن ایفا کنن؟ ببینیم بعضی از صاحب نظران کارشناسان چی میگن. آقای عبدالمجید نجفی نویسنده کتابای کودک و نوجوان و کارشناس کانون پرورش فکری بوده، میگه متاسفانه تمام وقت کودکان و نوجوانان امروزه به جای کتاب و کتابخونی صرف کتب کمک آموزشی میشه. سوال اینجاست که آیا میشه این جوان‌ها رو از طریق دیگری حداقل با کتاب آشنا کرد، مثلا صوتی یا الکترونیکی؟ آقای امیر اسنافی مدیر گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی است، میگه اطلاعات تولید شده طی 5 سال در شبکه‌های مجازی با حجم اطلاعات تولیدی هزاران سال اخیر برابری میکنه. به عبارت دیگه میگه که فضای مجازی به عنوان یک فرصت مطرح هست. قاسم علی فراست نویسنده حوزه جنگ میگه هیچگاه کتاب صوتی رو مضر کتاب کاغذی نمیدانم، زیرا به یکدیگر کمک میکنن و مکمل هم هستن. ممکن است که بعضی وقتها کتابو بشنویم و بعد بخوایم به صفحات قبل برگردیم، در این شرایط ممکنه کتابو بعداً بخریم زیرا گوش دادن به آن سیرابمان نکرده. بعد از او امین نادری رو داریم، مدیر کتابهای الکترونیک انتشارات سوره مهر هست، میگه تعداد عناوین کتابهای صوتی که در اختیار مخاطبان است به کمتر از 500 عنوان میرسد و شرکت‌های فعال و قانونی در این زمینه در ایران کمتر از 10 شرکت هستند. این رو آقای نادری سال 96 گفته بود، البته پارسال. و بالاخره محمد صدوقی مدیر عامل سامانه تاخچه است که یک پلتفرم برای خرید کتابهای صوتی و الکترونیکی، ایشون میگه بخشی از یارانه کتاب میتونه در فضای الکترونیکی تزریق بشه که اتفاقا نحوه مصرف اون بسیار شفافتره. بریم سراغ خطهای تلفن دوباره، اگه درست شنیده باشم رویا از تهران و بعد از اون مهدی از کابل. خانم رویا شما کجای این بحث ایستادین و نظرتون چی هست نسبت به این کتابهای جدید؟ سلام، من خودم کتاب‌های سنتی رو ترجیح میدم برای بیشتر مواقع، ولی از کتاب‌های صوتی هم استفاده کردم توی ماشین موقع رانندگی. اما خب جدیداً کتاب‌های الکترونیکی رو چند بار رفتم ببینم، یه کتابی رو می‌خواستم بگیرم دیدم قیمت الکترونیکیش یک سومشه یا یک چهارمشه، رفتم الکترونیکیشو خریدم. یعنی به لحاظ قیمتی برای من خیلی به صرفه‌تر بوده، خریدش کردم. آیا هیچ وقت کتاب مجانی هم گرفتید و اگر گرفتید دانلود کردید، دوستان بهتون احیانا فرستادن به هر طریقی، احساس کردید که شاید مضر حال اون نویسنده یا ناشری باشه که در این زمینه سرمایه گذاری کرده و نیاز داره به یک منبع درآمدی از این راه؟ من سعی میکنم کتابی رو که از طرف خود ناشر مجانی اومده یا از اپلیکیشنی که حالا استفاده میکنم مجانی باشه فقط دانلود بکنم. اما خب چند بار شده کتابهای غیرقانونی رو دانلود کردم که فکر نمیکنم ضرری به کسی بزنه چون اینجا امکان خریدش نیست. بسیار خوب، خیلی متشکرم از رویا در تهران. سلام میکنم به مهدی در کابل. آقای مهدی تجربه شخصی شما چطور هست و تجربه یک شهروند افغان رو میخوایم بشنویم، چطور هست وضعیت در افغانستان؟
درود بر شما و بینندگان برنامه هشتگ شما. من از همون ابتدای برنامه به حال بحثا رو به دقت گوش میکردم و تقریبا فکر میکنم به نیمه برنامه هم داریم میرسیم، ولی خوب میشه که یک اشاره تقریبا سریعی هم بکنیم به کسانی و یا قشرهایی در اجتماع که کتاب های صوتی و یا الکترونیک به اصطلاح وجه سرگرمی براشون نداره و نیاز درجه دو سه براشون نداره، بلکه نیاز درجه اول براشون هست. آن هم فقط به این دلیل که به هر دلیلی از استفاده از متون چاپی محروم هستن و به دلایل مختلف، از جمله دلایل نداشتن بینایی هست. چون شما اطلاع دارین که در تمام دنیا اگر اشتباه نکنه 500 میلیون نفر در سراسر جهان از مشکل بینایی شدید برخوردارن، یعنی از نابینایی برن. بله، همکارا در گوش من میگن که شما خودتون نابینا هستید، تجربه شما چطور بوده و تنوع عنوانهایی که احیانا در اختیار شما هست آیا رضایت بخش هست براتون؟ درسته، من میرسم به این مطلب. من این از این خاطر مقدمه رو عرض کردم که تا حدی این بحثم تا حدی باز بشه برای همه شما. بله، اگه کوتاه لطف کنید چون انتهای برنامه است از این بابت میگم. مشکل بینایی دارین؟ جان خواهش من. پس حالا در باره تنوع موضوعات خصوص در کشوری مثل افغانستان، خب در کشور افغانستان فقر مطالعاتی بسیار زیاد دیده میشه جهت مثلا کتابای صوتی و الکترونیک، و کتابای کاغذی هم که وجود داره خب فرد نابینا طبعا امکان استفاده از اون رو نداره، ولی در خصوص کتابای صوتی و الکترونیک هم چیزی که خود اشخاص نابینا بتونن پیدا کنن از منابع مختلف که بیشتر منابع فارسی زبان ایرانی هست در موضوعات مختلفی هست. بسیار خوب، خیلی متشکرم هم از رویا در تهران هم از مهدی در کابل. معذرت میخوام که حرفتون رو قطع کردم چون انتهای برنامه است و واقعا چاره ای نداشتیم. شبنویس نوشته من از همین طریق به صدها کتابی که در ایران اجازه انتشار نداشتن و به نوعی ممنوعه محسوب میشدن دست پیدا کرده و اونها رو مطالعه کردم. بحث سانسور رو پیشتر هم شنیدیم. ببینیم که فرزانه در اینستا چی میگه. میگه من به شخص همیشه کتابای الکترونیک رو ترجیح میدم و فقط کتابای درسی و علمی رو حتما به صورت کاغذی تهیه میکنم. ببخشید که فرصت به همه شما نرسید. ممنون از استقبالتون از این موضوع. تا برنامه بعدی مواظب خودتون باشین. خداحافظ.